مسئله ولایت، منزلتش چیه، جایگاهش چیست در پیش همه مسلمانان جز امام تراشان، وصایت، امامت، ولایت که آخرش ولایت فقیه باشه، از اصول دین نیست که مسلمان اگر اونو ندونه نمیتونه مسلمان باشه، بلکه این معنای سبعی که به این لفظ جالب، به این لفظ شرعی داده اند در صدر اسلام نه به گوش اهل بیت خورده بود و نه به گوش یاران پیامبر. نوبختی بعد از اینکه فرق شیعه رو ذکر میکنه میگه که همه این منابعی که عرض میکنم از منابع امامیه، میگه که امامت از اجل امور بعد از نبوته، هنوز توطئه کامل نشده، هنوز تا این مرحله میگن بعد از نبوت، بعدها میرسیم که از نبوت میزنه جلو. لیکن آل کشف الغطا یا مکشوف الغطا مدعی میشه که ما اولی منبعش فرق شیعه صفحه 19 همه، آل کاشف الغطا میگه منصبیست الهی مثل نبوت، اونجا بعد از نبوت، الان ایشون مدعی میشه که مثل نبوت در اصل شیعه صفحه 58. اما در احادیث کلینی، در روایت های کلینی، در کافی میگه که تعلو على مرتبه النبوه، امامت بالاتر از نبوته. اتفاقا این چیزی است که بسیاری از امام تراشان نیز ادعاش کردند. خاتمه المحدثین امام تراشان نعمت الله جزائری میگه که امامت عامه بالاتر از نبوت و رسالته. اگر این ادعاها درسته، چرا در قرآنی که حتی برای وضو نیز آیه هستش، برای فروع و اصول بسیاری آیه هستش، اصول که از همش آیه هست، بر چیزی که بالاتر از نبوته یا مثل نبوته یا شبیه نبوته یا پایین‌تر از نبوته یک نیمچه آیه هم وجود نداره؟ و چرا سندش به یک مسلمان هم باز نمیگرده؟ یک خاخامی که اومده تظاهر به اسلام میکنه سندش به او باز میگرده؟